تدارکاتی که تو ذهن سحر خانم هست و فهمیدم چیه. همه چیز اونطور که میخواد میشه. ایبو، یه خبر عالی واسه دارم. پرونده‌ای که هفته پیش کار می‌کردیم در مورد اون پرونده قاچاقی، سرنخ خیلی خوب گیر آوردم. چیزی که فکرشم نمی‌کردیم شد. مثل اینکه بالاخره اون گروهک نامری رو از بین می‌بریم. من فقط کارم انجام دادم. والا الان اصلا توازنشون نده. الان واسه تو لحظه افتخاره. هر چقدر می‌خوای به نظرم کلاس بذار. اینجوری کار کنی هر چیزی رو بخوای به دست میاری. دقیقاً اینطوری ادامه بده. خب من میرم واسه بازجویی. آره به خدا. علی ممنونم از این که اومدی. مهم نیست بیگم، البته که میام، ولی تو چرا اینجوری مخفیانه خواستی منو ببینی؟ من میرم علی، از آلمان پیشنهاد کاری گرفتم. مامانم مدت زیادی بود که اصرار میکرد برم پیشش. میدونی که این موضوع یهو از کجا اومد؟ تصمیم با خودته، ولی خسته شدم. فقط خسته شدم. میخوام دور بشم. اگه بتونم همه چیزو از اول شروع میکنم. مطمئنی؟ بالاخره این تصمیم مهمیه. مطمئنم. بعضی وقتا تنها راه حل بیخیال شدنه. تو بعضی مواقع باید همین کارو کرد. من دیگه باید برم، داره دیرم میشه. پروازم فرداست. فردا؟ حالا که تصمیم گرفتم، پس باید هرچی سریع‌ترم برم. علی ازت خواهش میکنم، فعلا به کسی چیزی نگو. نمیتونم واسه کسی توضیحی بدم. حوصله هیچ کیو ندارم، میدونی؟ هر طور تو بخوای. مواظب خودت باش جناب سرهنگ.
زحل، خیلی ترسیدم گیر بیفتی. چی کار کردی؟ تونستی با موبایل سحر پول واسه سلیم بفرستی؟ زحل، بگو ببینم تونستی کار حواله رو انجام بدی یا نه؟ نگران نباش آبجی جون، کار تمومه. حتی اگه تلفن اون دهات مشکل درست بکنه، پول دیگه به حساب سلیم واریز شده و رفته. بس الان نوبت سلیمه. بله سلیم، چند لحظه پیش از حساب سحر 70,000 لیر اومد به حسابت. بدون اینکه وقتو تلف بکنی برو پولو بردار. یادتم نره رسید بانکو بگیری. متوجه نشدم، سحر چرا باید این پولو برام بفرسته؟ سحر نفرستاده، از حساب اون یواشکی من فرستادم. برای اینکه تو چشم یامان سحر رو خراب کنیم به مدرک نیاز داریم. قبلن اون پولو یامان واسه سحر فرستاده بود، الان وقتی ببینه همه اون پولو به حساب تو واریز کرده، برای یامان دیگه سحری باقی نمیمونه. اینجوری یامان فقط فکر نمیکنه یه رابطه مخفیانه بینتون هست، در این زمان فکر میکنه به پول اونم چشم دوخته. یعنی باید انقدر پست بشین؟ تو حتما فکر کردی گول زدن یامان انقدر آسونه ها؟ مقابل دیه بچه که ازش آب نباتش رو گرفتی نیست، یامان کرمانیه. باید بیشتر تلاش کنیم، این هنوز شروعشه. برای اینکه بتونیم یامانو از سحر جدا کنیم راه دیگه ای نیست. چی گفت؟ بدون اینکه چیزی بگه قطع کرد. اگه این پسر الان عذاب وجدان بگیره خیلی بد میشه زحل، همه نقشه هامون نقشه براب میشه. بفرمایی. میزای عقدی که تدارک دیدی برات آوردم، شاید بخوای دوباره نگاه کنی. چرا زحمت کشیدی؟ در ضمن به خاطر تمرین ها از کارت افتادی، من میومدم میگرفتم. تاریخ عقد خیلی داره نزدیک میشه، اگه تغییر ایجاد بشه باید فوراً خبر بدیم. باشه. ببینم تونستیم؟ یعنی تمرینو به نظرت خوب بود؟ منم اصلا نمیدونم، از هیجان اصلا متوجه نبودم چی کار میکردم. راستش انتظار اینقدر تمرین دقیقی رو نداشتم، تقریبا مثل یه عقد واقعی شد. اگه تمرینش اینقدر استرس آوره، هرچی تاریخ عقد نزدیک میشه مضطرب میشم. ایشالا اون روزو بدون خرابکاری پشت سر بذارم. اون روز هیچ مشکلی پیش نمیاد، نگران نباش. راستی
همه ی جزئیات عقد رو من انتخاب کردم. تو هیچی نگفتی؟ نه، مگه برای عقد عروس ها انتخاب نمی کنن؟ مهمم خوشحالی اوناست، یعنی خوشحالی تو. حتی اگه به خاطر یوسفم وارد این راه شده باشی، نمیخوام هیچ آرزویی تو دلت بمونه. همه چی باید عالی باشه، دقیقا مثل یه عقد واقعی. زود اومدین جناب سرهنگ؟ کارم زود تموم شد. یه جوری بی حوصله‌ای. منو ول کن، بگو تو چی کار کردی؟ نظر کجال درباره ازدواج رو به ایبو گفتی؟ انگار باز یه کاری کردی. کاری نکردم، همونطور که گفتین با ایبو حرف زدم. همه چی رو تعریف کردی؟ تقریبا. به روش خودم تقریبا تعریف کردم. به روش خودت؟ میشه به هم بگی روش خودت چیه؟ چیز جناب سرهنگ، خب ابراهیمه، چون این مدل در زدن ابراهیمه. شما میخواین برین سرتون رو به درد نیاره، فکر کنم اومده با من حرف بزنه. من الان باز میکنم باشه؟ نه خودم باز میکنم، اونقدرم خسته نیستم. ببینم ابراهیم چی میگه. جناب سرهنگ، کیراز چیزه، براتون یه خبر خیلی مهم دارم. من یه تصمیم بزرگ گرفتم، یه چیز غیر ممکنه. من اگه بخوام خیلی کارا میتونم بکنم، برای همین تصمیم گرفتم مردی که کجال میخواد بشم. همون آدم میشم و کجال عاشقم میشه. بفرمایین فرهان خانم. سلام سحر خانم، به خاطر دکوراسیون مراسم عروسیتون زنگ زدم. بفرمایین. یادم رفته بود بپرسم میخواین تا آخر مراسم گروه موسیقی بمونه یا نه، باید برنامه ریزی کنیم. متوجه شدم، ولی من تنهایی نمیتونم تصمیم بگیرم. میشه با نامزدم حرف بزنم بهتون خبر بدم؟ حتما، ولی اگه هرچه زودتر خبرشو به هم بدید ممنون میشم. باشه، من الان باهاشون حرف میزنم بهتون خبر میدم. روزتون بخیر.
قهوه‌تون. با گذشت زمان به تاریخ عقد نزدیکتر میشیم. در کنارش کارم سخت‌تر میشه. این کار زیاد مناسب من نیست. ما چطور پیش میریم؟ به نظرت کارایی که انجام میدیم یعنی واقعی به نظر میاد؟ همه چی همونطور که باید باشه هست. شکی نداشته باشید. سحر خانم یکم مضطربه، اما به مرور زمان این حالتش خوب میشه. راستی، تدارکات برای روز جمعه است. به نظرتون برای سحر خانم بعد از عقد سخت‌تر میشه یا شایدم برای جفتتون؟ من اینطور فکر نمی کنم، چون که وقتی عقد کنیم و زن و شوهر بشیم همه چیز متفاوت میشه. نوش جون. نمیخوای جواب بدی؟ فرهان خانم، یکم قبلم زنگ زده بود. بله فرهان خانم. نه هنوز حرف نزدم. واقعا؟ باشه من اونا رو هم نگاه میکنم. باش، خیلی ممنون. به امید دیدار. به خاطر تزیین چند تا عکس دیگه میفرسته، برای همین زنگ زده بود. یکم قبل زنگ زد پرسید گروه موسیقی تو آخر مراسم بمونن یا نه. منم اومدم اینو ازت بپرسم. برای من فرقی نداره، تو تصمیم بگیر. باشه، من بهش میگم. چیزی شده؟ نه چیزی نشده. تو اتاق کار داشتم. همه یه تلاشمو میکنم تا کجال از من خوشش بیاد. یه آدم متفاوت میشم. من یه بار قول دادم هر قد سخت باشه بازم از اون راه بر نمی گردم. از کجال دست نمی کشم. مرد رویاهای اون هر چی هست به اون تبدیل میشم. شما نمیخواد چیزی بگید؟ حرفام درسته؟ البته که درسته. درسته یعنی آدم وقتی عاشق باشه هر کی باشه دقیقا همین کار انجام میده. همینطوره. بگذاریم.
من پاشم برم هر چه زودتر کارامو شروع کنم. برای اینکه یه مرد کاریزماتیک بشم برم اولین قدممو بردارم. مگه نه جناب سرهنگ؟ ایبو میشه منم برسونی رستوران؟ باید برای فردا غذا درست کنم. باشه باشه، این چه حرفیه؟ معلومه که میرسونم، بریم. یه لحظه یه لحظه. باشه جناب سرهنگ، نگران نباشین، من مراقبم. یالا دیگه ایبو زود باش. چون که بعد از اینکه عقد کنیم و زن و شوهر بشیم همه چیز متفاوت میشه. خواستم روز عروسی بهتون بدم ولی طاقت نیاوردم و الان آوردم بهتون بدم. واقعا؟ خیلی ممنونم. چرا زحمت کشیدی؟ زحمت نیست، با کمال میل انجام دادم. وقتی با آقایمان با هم هستی نمیتونم بگم چقدر خوشحال میشم. شیفته شما شدم، حتی دنیا برام شده سحر و یامان. اینم بیان احساساتم. واقعا لطف داری، خیلی ممنونم. ایشالله خوشتون بیاد. تو درستش کرده، این کار دستته. مگه میشه خوشم نیاد؟ ممنونم نسلیان. من دیگه باید برگردم سر کارم، خالم خیلی تاکید کرد زود بیا. باشه میبینم ایت. چی شده آبجی؟ از سلیم خبری شده؟ نه. پولی که به حسابش وارث شده خیلی کلافش کرده. اگه عذاب وجدان بگیره بگه من نیستم دیگه نقشمون خراب میشه آبجی. امیدوارم همچین کاری نکنه. همه چیزو خراب نکنه. تا ما بخوایم نقشه جدید بکشیم اون دوتا ازدواج میکنن. یه بار دیگه بهش زنگ بزن. سلیم زنگ میزنه. اگه بخواد بگه منصرف شده چی؟ بله سلیم، همونطوری که حرف زدیم همه پولا رو از حساب کشیدم بیرون. الان باید چی کار کنم؟ عالیه، الان وارد مرحله دوم نقشه میشیم. باید با سحر یه قرار ملاقات بذاری. باشه. پولی که برات فرستادم و تو اون قرار خرج میکنی. برای جزئیاتش بعدن دوباره بهت زنگ میزنم سلیم. باشه، می‌بینمت. سلیم دیگه کاملا تو چنگمونه.
الان میریم سراغ نقشه‌ای که مربوط به سحره. قبل از اینکه اونا تنهایی همو ببینن، برای سحر یه نقشه دیگه ای دارم. فردا اونو عملی میکنیم. میدونی که سحر دخترمون یکم ساده است. ما هم از این خصوصیتش استفاده میکنیم، نه؟ خدا رو شکر جناب سرهنگ خوابیده. تا صبحم خدا بزرگه. نخوابیدم. متاسفانه گیر افتادی. نمیتونی فرار کنی بری تو اتاقت. حرف میزنی. خب بگو میشنوم. تعریف کن ببینم. بیبو چی گفتی که به این حال افتاده؟ خب من بهش گفتم که درباره یه تیپی که کجال خوشش میاد با هم حرف زدیم جناب سرهنگ، عضلی خوش هیکل و اینجور چیزا دیگه، ولی با منصرف نشده، حتی بدترم شده، اونم به خاطر تو. حالا چی کارش کنی؟ پس واقعا عاشقشه دیگه. تو میگی عاشق؟ کجال به فکر ازدواج و این حرفا نیست. چرا نمیفهمی؟ فهمیدم. باز خرابکاری کردی. الان باید بشینی مربا درست کنی. دعا کن اون مربا تو گلوش گیر نکنه. ببخشید. یهوی از دستم لیز خورد. نسلیهان هدیه عروسیمون آماده کرده. یکم قبل آورد بهم داد. منم داشتم نگاش میکردم. چی درست کرده؟ بده ببینم. باشه. نسلیهان دیگه اینو
با احساسات بچگونه درست کردی. کار خوبی کرده. آره واقعا خیلی زحمت کشیدی. تو چیزی میخواستی بپرسی؟ چند لحظه قبل از دکوراسیون زنگ زدن، فکر کنم گوشی تا جواب ندادی، ترسیده بودن مشکلی به وجود اومده. وای گوشیم سایلنته یا من؟ خدای من چند بار زنگ زده بود بنده خدا، منتظر جواب اصلا یادم نبود. از خستگی دیگه. مهم نیست، من زنگ میزنم با فرهان خانم حرف میزنم. دیره، پیام میفرستم. شب بخیر. شب بخیر.
بفرمایی جناب سرهنگ. چایی ایبو و فرهادم میذارم، حتما چند دقیقه بعد میان. بذار کیپی، فرهاد رفت ساندویچ بگیره، ولی ایبو چرا هنوز نیومده؟ والی منم تعجب کردم، جناب سرهنگ معمولا دیر نمیکرد. نکنه مریض شده؟ اومدم جناب سرهنگ، اومدم. نگران نباشین، مریض نیستم، خیلی هم عالیم. صبح همگی بخیر. خیر باشه ایبا، این چه وضعیه؟ بیشتر از مردای عضله‌ای خوشش میاد، مردای جدی، سرد و خشک، اونایی که کم و سنجیده حرف میزنن. از این به بعد اینجوریه، تصمیمهای جدی گرفتم، مثلا شروع کردم به ورزش کردن. کیپی هم چایی آورده، من اینا رو پخش میکنم. جناب سرهنگ گفتی اگه ساندویچ نباشه سمبوسه بگیر، اینا رو گرفتم. ممنون فرهاد. کجال مال تو هم اینجاست. ایبو تو رو نتونستم ببینم، ولی واسه تو هم سه تا گرفتم. نه نمیخوام، ممنون. شما بین خودتون تقسیم کنید، من دیگه غذای سالم میخورم. به خدا خوب شدش، من با یه دونه ساندویچ سیر نمیشم. ممنون ایبو. کیپی چای منو ببر، من آب کرفس میخورم. دست بردار، اون چیه دیگه؟ از این به بعد اینطوریه دیگه. بگذاریم بچه ها، این موضوع پنیر و این چیزها رو تمومش کنین، به کارمون برسیم. چی تو دستت آتیش باره؟ دفتری، دفتر خالم. خبر داره تو برداشتیش؟ خالم خوابیده بود، اینم تو بغلش بود. بیدارش نکردم و برش داشتم. بدون اجازه گرفتن نمیشه برداریم، اونا بذار سر جاش. صبح بخیر خاله جون. خاله عذر میخوام، دفترتو بدون اینکه اجازتو بگیرم برش داشتم.
مثل اینکه صابون آماده است. دیر نکنین.